میمیرن؟ اینجا مامان بزرگ. میخواستم بگم پاشین حاضر بشین ولی میبینم که سحرخیز شدید. امروز روز موعوده، بعد 27 سال نمیشه دیر کرد. دیگه مامان بابا تو قبر آروم میگیرن، بهت افتخار میکنن. خیالت راحت مامان بزرگ، خانواده شادوغلو تا آخر عمرشون امروز فراموش نمی کنن. همون جوری که ما اون درد و فراموش نکردیم و سوختیم، اونا هم می سوزن. میران، آرایشگر اومده، اگه آماده ای بگم بیاد. بیاد. امروز اصلان به یه عروسی دارن، شادوغلو ها عزاداری دارن، زود حاضر بشید. خوبی داداش؟ خوبم. مطمئنی؟ خوبم. آرایشگر رو بفرست بیاد. نون تازه گرفتم. ممنون. ملکه دوتا نیم رو درست کن، بعدم به خاطر عروسی نمیتونیم چیزی بخوریم. باش آقا رضا، بذار تخم مرغ گلو بدم. رضا، عروسی تو کیه؟ کی برای تو زن بگیریم پسرم؟ آخه چه عروسی آبجی، مگه دختر خوب پیدا کردن راحته؟ وا چرا پسر، دورو برت کلی دختر خوشگل هست. چشماتو باز کن ببین، یکم چشت بگرده. آره آبجی آره، کجاست؟ نگاه میکنم نمیبینم چیزی. خوشگل ترین دختر اینجا نشسته، مگه نه؟ گل؟ چی شده عمویی؟ خوشگلم. ای جان من، قربونت برم، این اشکای برای چیه؟ چرا گریه میکنی عزیزم؟ نمیگم. بگو قشنگم، تو دردتو نگی که درمونش پیدا نمیشه. من میخواستم با میران ازدواج کنم ولی گفتم پیش آبجیم زشته، چیزی نگفتم. شما هم دارین میخندین. مگه میشه به تو بخندیم گل خانوم؟ ها عزیز دلم، عاشق شدی؟ ولی یه عشق غیر ممکنه. عزیز دلم، قربونت برم، بیا بریم لباس عروستو تنت کنم. باشه، شاید غمت کمتر بشه. بیا بریم، زود باش. این دخترای شادوغلو همشون عاشق میرانم. من برم ببینم کم و کسری نباشه. آره یه نگاه بنداز چشم بلوری. ملک دختر آرایشگره نیومده هنوز، چی کار کنی بهش زنگ بزنی؟ من بهش زنگ زدم، تو راهه، حواسش جمعه. تو چیزه، نگران نباش، ولش کن. تو چیت شده؟ هیچیم نیست. چی شده؟ آروم قرار نداری؟ مامان دل تو دلم نیست. حق داری، ازش لذت ببر، ایشالله از این به بعد همیشه میخندی. داری از اینجا نجات پیدا میکنی، اونم با کسی که عاشقش شدی و داری ازدواج میکنی و میری. مامان تو از دستم ناراحت شدی؟ نه معلومه که نه، این چه حرفیه، برات خوشحالم.
دیگه ظلم بابا بزرگت، موزی بازی یارانو آزادم تموم میشه. هیچکی دیگه عشق تو در نمیاره، ناراحتت نمی کنه. ببین امروز بهترین روز زندگیته، همه رو ول کن، لذتشو ببر، عاقبت به خیر بشی انشالله. امروز روز توه، ما رو داغون کنی و لذتش رو ببری. آره ریحان، بگیر اینم لباس عروست، امروز بهترین روز زندگیته. بفرما، حالا که میخوای به ما اهمیت ندی بگیر، حالش رو ببر. اگه میتونی اینو بپوش، بپوش ببینه. یارم چیکار کردی؟ یارم چیکار کردی؟ یارم لباس عروسه، تو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ دستم درد نکنه، خوب کردم. زود باش لباس عروسه تو بپوشی که خوشگله. بس کن دیگه، لوس بودنت موزی بودنت دیگه بس. تو کی هستی؟ چطور منو میزنی؟ یارم دست بردار، صبرم داره تموم میشه. تموم بشه چی میشه ها؟ منو میترسونی؟ باید سیره خیلی منو بگیری ها؟ نکن یارت، بسته دیگه تموم باریش بکن. زود باش دیگه، زود باش، یه کاری بکن. جهان، برات چایی آوردم. چه چایی خندان، چه چایی؟ بابا مگه حال چای خوردن میذاره؟ انگار من میخواستم اینجوری بشه. من چی بهش بگم؟ خودت بهش میگفتی. نمیتونم سرمو از زمین بلند کنم. جهان عمو ببین، من عروس شدم، بابام برام یه لباس عروس کوچولو خرید. به به، چقدر خوشگل شدی، از آبجید خوشگل تر شدی. دخترم، داشتم دنبالت میگشتم، هنوز صبحونه نخورده لباستو پوشیدی؟ الان لباست کثیف میشه. بودوین، بودوین، یاران دیوونه شده، نمیتونم جلوشو بگیرم، همه جا رو به هم ریخته. وای وای خدای من، محض رضای خدا بذارین 2 دقیقه تو این خونه آرامش داشته باشیم. لباسمو ول کن یاران، گفتم ولش کن، ولش کن. وای مادر چه خبره؟ چه بس وایسا، ولش کن، وایسا وایسا. یاران تو پارش کردی؟ من کردم، دستم هم درد نکنه، کاش لباس حنا بندون هرچی که داشتیم پاره میکردم. بس دیگه کافیه. یاران تو مشکلت چیه؟ ریحان در حق تو بدی نکرده، زورت میرسه برو پیش وایسا بانیش. دختر وایسا. بابا بابا بابا، زود باش خودتو برسون. چطوریه ها؟ چیزی که دوستش داری ازت بگیرن چه حسی داره ها؟ ساکت شو، اگه یه کلمه دیگه حرف زنی خودم تیکه تیکت میکنم، فهمیدی؟ ساکت شو. اینجا چه خبره؟ آقا جون، آبجی یاران لباس عروس آبجیمو پاره کرد. عمو، ریحان سر عمو به هم تیکه انداختن، اگه میشنیدی که در مورد تربیت بچه حرف میزدین نه؟ اینم بچه ای که تربیت کردین. باشه داداش، من هر کاری که لازمه میکنم. باید قبلا میکردی، دیگه خیلی دیره، باید به وقتش تربیتش میکردی. باشه داداش. ریحانو از دست بنداخت، گوششو نکشیدی. ساعت جیبی آقا جونشو قایم کرد و گفت ریحان دزدیده، ادبش نکردی. اگه اون موقع کاری که لازم بوده میکردی، امروز اینجوری نمیشد. خزار، تمومش کن، حرفتو زدی دیگه. زهرا، شما برین بازار یه لباس عروسی جدید بخرین، نذارین کسی بوی ببره، فهمیدین؟ فهمیدین یا نه؟ دعا
دخترم ناراحت نباش، من یه لباس عروس دیگه برات میخرم. باشه، ناراحت نباش. ناراحت نباش، گریه هم نکن. پایین چی بهت گفتم؟ امروز بهترین روز زندگیته. یه دونه دیگه میخریم، خوشگلترش هم میخریم. باشه، دستم درد نکنه. بس دختر خندان، دخترتو از اینجا ببر. به زور خودمو نگه داشتم. را بیفت، را بیفت. یاران برو، برو، گفتم برو. برود کی؟ این هدیه یه میران بود. مامانش گفت خودش اینو انتخاب کرده. حلال من اینو نپوشم فکر میکنه برا مهم نبوده. من چجوری بگم یاران پارش کرده؟ خجالت میگشم آخه. نه اونجوری نمیگیم که، میگیم موقع اوتو کشیدن سوخته یا یه چیزی ریخته روش، یه فکری براش میکنیم. آره حتما، تو ناراحت نباش عزیزم. زهرا خانم، خانواده ای داماد اومدن، کسی نبود ازشون استقبال کنه، منم آوردمشون تو. ملکه و حنیفرم پیدا نکردم. باشه باشه ماما نگار، تو اونو بر کوبودو بهشون خوش آمد بگو. زود باش برو. باشه باشه رفتم. تو هم همینطور پاشو. آبجی جون، منم میرم پیش مهمونا. زشت نباشه، تو نراحت نباش. باشه، بیا دخترم. یواش مواظب باش. میخریم دخترم، خوشگلترشو میخریم. دخترم اینام رسم و رسوم سرشون نمیشه، اینجوری از مهمون استقبال میکنن؟ آهان، آره خیلی زشته. نه به جای قیافه گرفتن برای من اخماتو باز کن. نه موهاتو درست کردی، نه آرایش کردی. چی بهت گفتم؟ هر کی ندونه فکر میکنه اومدی عزاداری. اجازه بده حداقل یکم ناراحت باشم. همونطور که گفتی، اینجا برای من مجلس ختمه. جنازه گنولو از این خونه میبرن. خدایا خودت بهم صبر بده. تو این دنیا چند تا زنو میشناسی که رفته باشن مراسم عروسی شوهرشون؟ دوباره از اول بهت بگم؟ دیگه دهنمو بستم، هیچی نمیگم، فهمیدی؟ حالا چی کار کنی؟ من برم بازار؟ مامان تو چجوری میخوای بری؟ مامان سلطان پایینه، اونا رو چجوری تنها بذاریم آخه؟ نمیشه، من با مامان نگار میرم. راست میگی. ریحان، الان وقت بازار رفتن نیست. بیا، لباس عروس منه. تو صندوق نگهش داشته بودم، کلی مراقبش بودم، عیب و ایرادیم نداره. زنم و یاران اینو میخواست، حق اونه، من نمیتونم بپوشم. بازم ممنون. باید قبل پاره کردن لباس عروس تو فکرشو میکرد، حالا که پاره کرده باید تنبیه بشه. مال دختر اربابه، چیزی از لباس تو کم نداره. بگیر، من با رضایت قلبیم بهت میدمش، تو هم باید قبول کنی. ممنون زنم، خیلی ممنون. خواهش میکنم. دست درد نکنه، دلمونو به دست آوردی. نباید برامون حرف در بیارن. شما مهموناتونو بیشتر از این منتظر نذارید. دخترم رخت آویز کجاست؟ بیا اینو آویزون کنیم. دست درد نکنه داداش. مبارک باشه. تو هم برو، من یکم دیگه میام. شیر پسرم، بالاخره به آخرش رسیدیم. از این به بعد با گنول خوشبخت میشی. نوه هامو بغل میگیرم. در انتظار امروز پیر شدم، ولی تو پشیمونم نکردی. همیشه موفق باشی پسرم.
رو چه به زن آقا بودن آخه. این همه وقت اومدیم به غیر از بچه و خدمتکار کسی نیومده پیشمون. نوش جون، نوش. خوش اومدین. ممنونم. ببخشید سلطان خانم، منتظرتون گذاشتیم. خواهش میکنم. این لباس عروسی که میران خریده بود نیست. این لباس عروسی زنم و خاندانمه، چون اون یکی چیز شد. خیاط آورده بودیم، چون از قبل پرو نکرده بود، گفتیم اگه جایش تنگ یا گشاد باشه درستش کنه. دقیقا همون موقع چایی از رومیز کج شد و ریخ رو لباس عروس. ای وای. آره، یه اتفاق غیر منتظره افتاد. اینم لباس جاریم خندانه، دستش درد نکنه داد ریحان بپوشه. مشکلی نیست، ناراحت نباشین، ریحان هرچی بپوشه توش میدرخشه، اینم بهش میاد ماشالله. خیلی ممنون. پس من برم موهامو درست کنم، آرایش کنم. اومدم که برای لباس عروس ازتون معذرت خواهی کنم. تو به کارت برس، امروز روز توه. دخترم گنون، شما دیگه عروس و خواهر شوهرین با هم تعارف ندارین. میخوای تو هم با ریحان برو موهاتو درست کن و آرایش کن. نه ممنون. گنون برو دخترم، پاشو. بیا آبجی گنون. ایشالله که پذیرایی کم و کس نداشته، شربت رو پسندیدی. خیلی خوشمزه بود، دستتون درد نکنه. ممنون. نوشه جان، امروز هم خیلی شیک شدین ماشالله. خیلی ممنون، فقط به خاطر شماست، ولی کم هم هست واقعا. ماشالله ماشالله. روز موعود رسیده عزیز اسلام بی، روزش رسیده. نیم ساعت دیگه ماشینا حاضر کن بریم. عزیز دلم، خدا از چشم بد دورت کنه. ریحان دخترم بیا بریم پایین، فکر نکنم منتظر بودیم. خانواده دختر باید ناز کنه. والا اگه منو میگرفتن که بودو بودو میرفتن. ملکه باز شروع کردی مثل دیوونه ها حرف زدن. خب دیگه بریم پایین زود باشید. باشید باشید بیا ماما، من دامنتو جمع میکنم. هرگز خوشبخت نمیشی،
حساب کاری که با من کردی و میکشی، اونم طوری میکشی که اگه داد بزنی بگی خدایا سوختم، یکی یه قطره آب بهت نمیده. بزنین که عروس بیاد بیرون. در باز نمیشه آقا داماد. آقا من تبم داره میره بالا، آخرش درو میشکنم میرم دختره رو میبارم. یواش آروم باش داداش، تب تو بیار پایین، باید تحمل کنی. پسرم چی کار میکنی؟ درو باز میکنم. میران جهیزیه، جهیزیه رو نمیشه بلند کرد، سنگینن، چی کار کنیم بتونیم بلندشون کنیم آقا داماد؟ میران پسرم، به نظرت با خواهر عروسی کم چونه بزنیم ببینیم این جعبه ها با چه قیمتی سبک میشن؟ صندوق ها با چه قیمتی سبک میشن خانم کوچولو؟ لازم نیست زیاد پول بدی میران جون، بابام کلی بهمون سفارش کرده که پول زیادی ازت نخوای. آفرین دخترم، تازه به هممونم پول داد. اوه من کلی پول دارم، اگه بخوای میتونم یکم به تو پول بدم. ای دختر پرچینه من. گل خانوم اجازه هست؟ میتونیم بریم؟ بله. میگن دختر که از خونه میره بابا یه طرفش تابستون میشه یه طرفش پاییز، هر کی نرفو زده راست گفته. دخترم تو اولین نور چشممی، الان برای اینکه خونه و آشیانتو بسازی داری از خونه پدریت میری، برو به سلامت، ولی بدون که بابات همیشه اینجاست. بابات مثل کوه، مثل سنگ، همیشه پشتته. هیچ وقت اینو فراموش نکن. هر وقت ناراحت شدی، خواستی به یکی تکیه کنی، بگو
بابا و صدام کن. من میشنوم دخترم، خودمو میرسونم و میام پیشت. فهمیدی؟ ممنون بابا. بسم الله. تو هر کاری گفتی انجام دادم دیگه، اذیتم نکن. صداتا ببار بمون. خدا عاقبتتون رو به خیر کنه و نسلتون پایدار باشه. به سلامت دخترم. اومدی دخترم رو ازم خواستی، من یکی از دوتا چشمامو در آوردم و بهت دادم، یکی از دستامو، یکی از پاهامو قطع کردم و به تو دادم میرم. منو کور و چلاغ نکن پسر، مثل جونت بدون. اول به خدا بعد به تو میسپارمش. بزنیم. صبر کنین میران آجسو، اومدی دخترم رو خواسته کاری کردی، ما هم بهت دادیم، ایشالله دوماد خونوادمون میشی، ولی منم ازت یه خواسته دارم. بفرماین آقا ناسو، هر کاری ازم بر بیاد رو چشمم. من یه تصمیمی گرفتم، نه ترسین، زیر قولم نمیزنم، ولی از تو هم یه قولی میخوام. حتما، من از قولی که بتونم بهش عمل کنم نمیترسم. میبینیم. بفرمایی. به اذن خدا و سنت پیغمبر، خواهرت گنول خانومو برای نوام آزاد میخوام. همجورش داره چی میگه؟ چی داره میگه؟ مامان این چی میگه؟ بابا چی داری میگی؟ الان جای این حرف هاست؟ رو حرف من حرف نزنین. زود باش میرانم چسو، جواب بده. منتظر جوابتم میرانم چسو. بله، من دخترتون رو گرفتم و شما هم در مقابل گونولو میخواین، ولی این خرید و فروش نیست آقا ناسو، قلب خرید و فروشی نیست. امکان نداره همچین چیزی رو قبول کنم، چون من از شما جنس نمیخرم، اینو توهین حساب میکنم. یعنی تو میگی نوه من آزاد یاقت خواهرت گنونو نداره؟ منظورت این بود؟ من همچین منظوری نداشتم، منظورم اینه که من در ازای خوشبختیم کسی رو فدا نمی کنم. اجازه هست؟ بزنین. Thank you.
یه چیزی بپرسم، پسرم اگه اهل استانبول نیست؟ چرا؟ پس از کجا یاد گرفته؟ ببین مثل تو بلده برقصه، یعنی ماشاءالله. استغفرالله تو. فیلم کن بایست 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 خیلی خوب بود.